به برنامه زیبای درون خوش آمدید. این برنامه چهارشنبه شبها از ساعت 7:30 و یک شنبه شبها از ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. برنامه متنوع متفاوت راجع به هیپنوتیزم و استفاده از نیروهای ماورا طبیعه برای زندگی بهتر. با امید دیدار. با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، دکتر گلناز رفایلان هستم و بار دیگه به خونه های شما میام. انشالله که حال همگی شما عزیزان هر کجای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. با تشکر از تمام عزیزانی که برای من ایمیل میفرستن و تکس میکنن و تلفن میکنن و در تمام رسانه‌های گروهی من رو خجالت زده می‌کنن، بسیار بسیار سپاسگزارم. امشب برنامه ما راجع به ترس‌ها و وحشت‌ها هست و همونطوری که می‌دونین یکی از بهترین کارهایی که شما انسان‌ها می‌تونین، اگه ترس یا وحشتی دارین، بهترین کاری که میتونین برای خودتون انجام بدین رفتن پیش یک هیپنوتراپیسته و بنابراین امروز رو جای اون دونستم که راجع به ترس، خشم، استراب برای شما عزیزان صحبت کنم. ریشه ترس و استراب میتونه ژنتیکی یا هورمونی باشه، میتونه به خاطر طرز غلط نحوه برخورد با بچه از طرف اولاد، از طرف اولیا باشه. میتونه خیلی چیزها رو سبب بشه. پس اجازه بدین یکی یکی به شرح اونها بپردازیم و ببینیم چی کار میتونیم بکنیم که از دست این ترس ها و وحشت ها نجات پیدا کنیم و رها بشیم. همونطور که میدونین که بارها راجع بهش صحبت کردم، دیگه الان زمان اون رسیده که به خودمون به این تو داخل روان خودمون برسیم. الان دیگه زمان اون رسیده که قبلنها خیلی ها ایگنور میکردن خودشونو، به خودشون زیاد نگاهی نمیکردن، انقدر آدم ها به خاطر چیزهای مختلف مشغولیت داشتیم و همه این چیزهایی که دیگه به روح و روان خودمون نمیتونستیم برسیم و انقدر مشغله کاری و مشغله بیزنسی و مشغله رابطه ها ما رو اذیت میکرد و وقت ما رو میگرفت، دیگه وقتی نداشتیم که به خودمون برسیم. ولی الانم که از روز جمعه 29 جون ما وارد مرکوری رتروگرید میشیم که یه زمان خیلی خوبیه که فقط به داخل خودمون بریم، فقط به روح و روان خودمون بریم و بیشتر با خودمون تنها باشیم و اون وقته که میبینیم که سولمون چی میخواد، این سولی که در داخل ما وجود داره چی میخواد و چطوری میتونیم خودمون رو خوشحال تر کنیم و چطور با خودمون یک کمی دوستانه تر رفتار کنیم. اول یک کم راجع به مرکوری رتروگرید براتون صحبت میکنم، برای اینکه خیلی مهمه. بارها و بارها در این برنامه ها صحبت کردیم، میدونیم که هر سال حدود 3 یا 4 بار مرکوری، سیاره مرکوری به عقب برمیگرده و سیاره مرکوری سیاره مکاتبات، مکالمات، ارتباط بین آدم هاست. یعنی که کسانی که در این زمان میخوان بیشتر به خودشون برسن، یعنی باید به خودمون برسیم، باید سلف کر انجام بدیم، باید ببینیم که این روح ما چی احتیاج داره و براش انجام بدیم، بیشتر باید تنها باشیم و در تنهایی و خلوت خودمون وقت خودمون رو سپری کنیم.
حالا چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه مرکوری که سیاره مکالماته، توی مکالمات ما اثر خیلی زیادی میذاره. یعنی مثلا شما یه حرفی میزنین، ممکنه طرف مخاطب شما یه چیز دیگه بشنوه، یا اینکه ممکنه اون یه چیزی بگه و شما یه چیز دیگه بشنوین. معمولا ما مکالمات رو کمتر میکنیم، چیزهای جدید رو امضا نمی کنیم، چیزهایی که مهمه مثلا خونه خریدن، امضاهای مهم، چیزهای جدید مثل اینکه مثلا یه شغلی رو انتخاب کردن، ما معمولا این کار رو نمی کنیم. چیزهای ناتمام خیلی خوبه که در این زمان تمام کنین، یعنی که اگه چیزهای ناتمام دارین، پروژکت هایی دارین که باید هنوز روش کار کنین، بهترین وقت برای کامل کردن اون پروژکت های نیمه کارتون. ولی چیزهای جدید رو سعی کنین که شروع نکنین. وقتی بهتون میگم سعی کنین شروع نکنین، نه اینکه دیگه بترسین و خدایی نکرده وحشت کنین بگین اوه مرکوری رتروگریده پس هیچ کاری نمی کنم، هیچ جایی نمیرم، هیچ کاری نمی کنم. نه، اینطور نیست. باید یه مقدار فقط مواظب تر باشین. اگه میتونین امضا نکنین بهتره. اگه باید امضا کنین حتما امضا کنین، فقط اینی که خیلی خوب بخونین اون ورقه ها رو، خوب بخونین، چون معمولا اشتباه میکنن مردم وقتی که چیزی مینویسن، اشتباه میکنن. کامپیوتر و سلفون و چیزهای برقی دچار اشکال میشه. معمولا اگر اپایمنتی دارین، یعنی وقتی دارین که باید بهش برسیم و مهمه، مثلا دکتر، جراحی، هرچی، البته بهتر جراحی هم در این زمان انجام ندین، ولی اگه مجبورین که دیگه جراحیتون انجام بدین، خواهش میکنم یک کمی زودتر از خونه بیرون بیاین، برای اینکه معمولا تأخیر در راه، در ماشین، در این چیزهای برقی و مکانیکی. وقتی که بهتون میگم که مثلا روابط دچار اشکال میشه، معمولا کسایی که با همدیگه دیت میکنن، بهتره که این زمانو اگه میخوان همدیگه رو ول بکنن و دیگه به آخر اون رابطه رسیدن، بهتر صبر کنن تا بعد از مرکوری رتروگرید، برای اینکه همونطور که گفتم یه چیز دیگه شما میگین، اون یه چیز دیگه میشنوه. بهترین کار اینه که شما یک لیستی از کارهایی که باید انجام بدید در این 3 هفته که از 29 جون همونطور که گفتم شروع میشه تا 22 جون، از 29 می که روز جمعه هست تا 22 جون این 3 هفته رو، لیستایی که باید، کارهایی که باید انجام بدین از قبل بنویسین. باید به بانک برم، باید بنزین بزنم، باید پیش باربر برم، باید این کارم رو انجام بدم، باید این کارم رو تموم کنم. همه اینا رو توی یک لیست بنویسین که وقتی ما مینویسیم اودیو موتور ریسپانس این چانس رو به ما میده که یعنی که ما این کار رو آردی شروع کردیم و در مرکوری رتروگرید شروع نمی کنیم. حالا حتی اگه به نظرتون احمقانه به نظر میرسه، ولی خواهش میکنم این لیستتون رو بنویسین و نتیجهش رو ببینین عزیزم. خب از بحثمون جدا نشیم، بریم ببینیم این ترس ها و وحشت ها که ریشه روانی اون خشم و استراب و این چیزاست چطوری میتونه خودشو نشون بده. وقتی که یه شخصی دچار اعتیاد میشه، مثلا اعتیاد به مواد خوراکی، اعتیاد به مواد قندی، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به سیگار، اعتیاد به تنوع طلبی در سکس، تمام این چیزها که وقتی که به صورت اعتیاد بیاد، اعتیاد به الکل، وقتی که اعتیاد بشه، ریشه روانی اون ترسه، خشمه، عصبانیته. گاهی اوقات
به علت اینکه همطور که گفتم اولیای ما وقتی که نمیدونن و به روح و روان ما اون موقع ها در قدیم اینقدر اهمیت نمیدادن و طرز صحیح رفتار با بچه ها رو نمیدونستن، معمولا کارهای اشتباهی کردن و ما نباید الان اونها رو مسئول بدونیم و انگشتمون رو به طرف اونها بگیریم و بگیم تقصیر اونها بوده. خب تقصیر بوده، ولی اونها هم قربانیان هستن و ما نمیتونیم به اونها خورده بگیریم و باید شکرگزار باشیم از اینکه ما رو به این دنیا آوردن که ما میتونیم درسهای خودمون رو بگیریم. خب گاهی اوقات وقتی که بچه مورد توهین قرار میگیره و اون روح بچه آزرده میشه، بچه وقتی بزرگ میشه و به یک مقامی میرسه و به یک شغلی میرسه آبرومند، دیگه خدا رو بنده نیست و به زمین و زمان فخر میفروشه. گاهی اوقات یکی دیگه از چیزهایی که میتونیم بفهمیم که این طرف خشم داره، عصبانیه و ناراحت، اینه که گاهی اوقات میبینیم که خانوم ها مثلا خودشونو آرایش میکنن، رژ لب میزنن، لباس های قشنگ میپوشن، میرن بیرون که در حقیقت اینها یک ماسکیه میذارن که کسی به اون ناراحتی اونها پی نبره. البته این یک مکانیزم دفاعیه که انسان قشنگ میتونه ازش قشنگ استفاده کنه که خودش رو در مقابل دیگران محافظت کنه. راجع به ترس ها و وحشت ها، اگر شما از اون اشخاصی هستین که خیلی ترسوین، به قول معروف توی جامعه، توی بین از خونه بیرون، حتی توی خونه از تاریکی، حالا لیستشو براتون نوشتم، یکی یکی براتون میگم، بدونین که شما یکی از اون اشخاصی هستین که خیلی خیلی باهوشین، ولی باید رو خودتون کار کنی. همونطوری که ما میریم پول رستوران میدیم، پول غذا میدیم، پول مورگیج میدیم، پول اجاره خونه میدیم، عیاب و زهاب میدیم، این کارا رو میکنیم، همونطور هم باید یک مبلغی رو در نظر بگیریم برای روح و روان خودمون، مخصوصا در این چند سال که تا سال 2026 همونطوری که گفتم بارها ما داریم درسهای خودمون رو مسلسل وارانه میگیریم و این احتیاج به این داره که حتما ما یک مشاور دلسوز داشته باشیم که تو این راه سخت ما رو یاری کنه و همراه ما باشه. خب گفتیم جنبه ژنتیکی داره، ممکنه جنبه هورمونی داشته باشه و یه چیز دیگه که میتونه دلیلش باشه اینه که ممکنه هایپوگلیسمیک باشن آدم هایی که ترس دارن، ترسوان، خیلی وحشت دارن. هایپوگلیسمیک یک بیماری که قند خون آدم میفته. وقتی قند خون آدم بیفته، آدم دچار هراس میشه، دچار ترس میشه، وحشت ها به سراغش میاد. پس اگه از من هستین، حتما همیشه حدود 3 ساعتی یک بار یک مقدار غذا به اندازه کف دست حتما میل کنین که این معده شما خالی نباشه و این ترس ها به سراغ شما نیان و قند خونتون دراپ نکنه. پس هایپوگلیسیمیک خیلی مهمه، میتونین آزمایش بدین، میتونین پیش دکترتون برین و این آزمایش رو انجام بدین و به خودتون پی ببرین، خودتون رو بهتر بشناسین که ببینین چیکار میتونین بکنین که ترساتون به سراغتون نیاد. معمولا اشخاصی که لفت برین هستن، یعنی بیشتر از قسمت چپ مغزشون استفاده میکنن، یا اینتروورت هستن، بیشتر این ترسا به سراغ اونها میاد. متاسفانه این یه چیزیه که علم ثابتش کرده که ترس ها بیشتر به اون اشخاصی میان که بیشتر لاجیک و ریزنینگ میخوان، بیشتر دلیل و برهان میخوان برای زندگی و برای مسائلشون.
خب حالا بریم ببینیم که ما با چند تا ترس اصلا به دنیا میایم. با دو تا ترس ما همه انسان ها به این دنیای خاکی پامونو میذاریم. یکی ترس این که زیر پای ما ول بشه و ما بیفتیم زمین، و یکی دیگه ترس اینه که از صدای بلند ما میترسیم و این چیزیه که ما بهش باهاش به دنیا اومدیم. ترس های دیگه اون ترس هایی که ما در اثر زمان، حالا مثلا زمان های مختلف توی بیشتر طفولیت تا 8 سالگی اونها رو متاسفانه گرفتیم. Stranger anxiety یعنی اون یک ناراحتیه که از 7 ماهگی تا 16 ماهگیه. وقتی که بچه کودک هست و مثلا توسط مادرش نگهداری میشه و اون مادر حتی برای 24 ساعت نمیتونه کودک خودش رو رها کنه، چون که اون بچه دچار این انگزایتی میشه و سپریشن انگزایتی میگیره. یعنی که سپریشن انگزایتی همون دور شدن از اون شخص کرتیکرش. پس عزیزان من، اگر شما از اون اشخاصی هستین که الان پدر و مادر هستین و بچه کوچیک دارین تو خونه، حتما مواظب باشین که بچه خودتون رو هیچ وقت تا 16 ماهگی دور نشین ازش به مدت 24 ساعت یا بیشتر، چون که اون بچه واقعا خیلی خیلی به شما عادت داره و نمیتونه بپذیره که مادرش وجود نداره و میترسه خیلی و سبب همون سپریشن انگزایتی میشه. خب حالا بریم سراغ این ترس ها، یکی یکی راجبش صحبت میکنیم و ببینیم که این همه ترس چقدر ترس های زیادی وجود داره که ما انسان ها رو یه جوری مختل میکنه. یکی اینکه ترس از رانندگیه و ترس از اتوبان. رانندگی در اتوبان و فریوی هست که عده خیلی کثیری رو به آفیس های این هیپنوتراپیست ها میاره، به خاطر حالا یه تصادفی که قبلا داشتن یا به خاطر اینه که حالا توی تلویزیون دیدند، متاسفانه این اخبارها رو گوش میکنن میبینن و همیشه ذهن انسان بدترین رو میگیره. پس خواهش میکنم از شما عزیزان، اگر شما خیلی این چیزها روتون اثر میذاره، اصلا این نیوز و اخبار و این چیزها رو اصلا گوش ندین. بالاخره تو سوشال میدیاها، فیسبوک، اینستاگرام، این چیزها ما بالاخره خبرهای مهم رو یه جوری دریافت میکنیم، ولی صبح که از خواب پا میشین یا اینکه شب که دارین میخوابین که اون موقع هست که ما توی هیپنوتیزم هستیم، خواهش میکنم این چیزهای ناراحت کننده رو نبینیم. ترس از رانندگی گفتیم، ترس از فریوی، ترس از اینی که تاریکی باشه، ترس از اینی که بعضی انسان ها توی مجامع نمیتونن بلند صحبت کنن، نمیتونن غذا بخورن پیش کس دیگه ای. کسانی هستن که ترس دارن از این که غریبه ها، ترس از غریبه ها، یعنی فقط این ایمیدیت فامیلی خودشون، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر، اونو فقط خودی میدونن و غریبه ها رو غریبه میدونن و نمیتونن باهاشون یه حالت حراس، یه حالت ترس میگیرن و خیلی چیزا باعث میشه، مثلا حالت تهوع، حالت استفراغ کردن، یا اصلا نمیتونن غذا بخورن. خواهش میکنم حتما اون اشخاص که اینطور هستن باید حتما همونطور که براتون شرح دادم قبل از اینکه بیرون برین حتما یه چیز کوچیکی غذا بخورین و بنویسین این چیزها رو، ببینین راجع بهش
هر ترسی که دارین راجع بهش بارها صحبت کردیم در این برنامه که هر ترسی دارین، هر چیزی که میخواین به اون برسین باید بنویسین اینا رو. بنویسین که مثلا من خیلی آسوده خیال هستم، من در میان غریبه ها خیلی احساس راحتی و آرامش میکنم، یا اینکه من در فریوی خیلی به راحتی رانندگی میکنم. اگر این چیزها رو کردین، درست شدین و حالتون خوب شد به مدت 21 روز بهتر شدین، یعنی اینکه اینها داره روتون کار میکنه و شاید خودتون بتونید خودتون کار کنین روی ترساتون و این ترسها رو رفته رفته کم کنین، کم و کمتر کنین. و اگر نه، میتونین حتما از یک هیپنوتراپیست کمک بخواین عزیزان من، و هیپنوتراپی یکی از بهترین راههایی که میتونه به شما عزیزان کمک کنه. حالا بریم سراغ ترسای دیگه. ترس از دکتر، ترس از سوزن. خیلی ها رو میبینم که حتی دکتر نمیرن برای اینکه میترسن که یه چیزی بهشون بگه دکتر، یا یک آزمایشی بکنن و اینها یک چیزی بشنون که مثلا یه درجون یه مریضی بد گرفتن، و اصلا دکتر نمیرن اینها. و خیلی جالبه، باید ما میدونیم که باید پیشگیری کنیم، باید به اینها برسیم. پس خواهش میکنم اینو در نظر بگیرین که حتما همیشه معاینه های خودتون و سالیانه یا چکاپ های خودتون رو باید برین، و اگه پرابلم دارین کمک بگیرین. خواهش میکنم. حالا بعضیا وقتی که یه جوش مثلا روی پوستشون هست یا یه چیز قلمبه کوچولویی هست، برعکس اونها رفتار میکنن که گفتم براتون. یعنی اصلا به محض اینکه یه چیزی، یه سردرد کوچیک میگیرن، یه قلمبه توی دستشون یا روی پوستشون میبینن، بدترین رو توی مغزشون میآفرینن و خودشونو حتی دیگه توی ببخشین تابوت میبینن و مراسم سوگواری و این چیزا رو برای خودشون خیال بافی میکنن. پس اگه شما از این اشخاص هستین، بدونین که باید کمک بگیرین و هر چه زودتر کمک بگیرین بهتره، برای اینکه وقتی که ترس رو بهش نرسین، ترس میشه وحشت. اگه به وحشت نرسین، اون وقت میشه پانیک اتک و انگزایتی و نمیخوان شما به اونجاها برسه. پس هر چه زودتر باید خودتون رو درست کنین. خب یکی از ترسایی که خیلی مهمه، ترس از آبه، ترس از شنا کردنه. خیلی ها هستن که دوست ندارن شنا کنن، دوست ندارن حتی اگه تو آب برن نمیخوان، حتی اگه شنا هم یه ذره بلدن، حالا یه به قول معروف یه چلب چلوپی میکنن و جلو میرن، ولی نمیخوان توی گودی، توی عمیق، جای آب عمیق شنا کنن. حالا ممکنه این ترس اینها همونطوری که در گذشته ها برنامه های قبل داشتیم صحبت کردیم، ممکنه از زندگی های قبلی باشه این ترس ها. یعنی شما توسط فرض کنین یک توی دریا مثلا غرق شدین در زندگی های گذشته، و وقتی ما شما رو میبریم پس لایف ریگرشن، اون موقع است که یه حد رها میکنین اون ترس ها و وحشت هاتون رو راجع به آب. حالا گفتم که مثلا آدم با این ترس به دنیا میاد که زیر پاش ول بشه. مثلا شما یه پشت بوم رو در نظر بگیرین که خب آدم معلومه که باید بترسه، یه مقدار ترس طبیعیه و باید باشه. خب میریم شما پشت بوم، میدونین که مثلا نباید آویزون بشین، نباید امکان افتادن هست، ولی گاهی اوقات حتی بعضیا اشخاصی هستن که اصلا به پشت بوم نمیرن، اصلا مثلا توی این بازی شهر بازی ها که این چرخ و فلک و نمیدونم این چیزاست، یهو ضربان قلبشون بالا میره، دستشون عرق سرد میکنه، تمام بدنشون میلرزن و احساس تهوع میکنن، احساس استفراغ میکنن، اون موقع است که دیگه این ترس به وحشت تبدیل شده و بعد یه کاری راجبش بکنیم.
دیگه چه چیزایی هست؟ بعضیا از عمل میترسن، از سرجری، از اتاق عمل میترسن. حالا یه نفر چند سال پیش فوت کرده توی اتاق عمل، دیگه اینها شنیدن و از اتاق عمل میترسن. حتما کمک بگیرین، چون بالاخره گاهی اوقات آدم باید یک عملی رو بکنه و به یه دکتری بره. حالا بعضیا از دندون پزشکا میترسن، از این سوزن و از این صداهایی که روی دندون کار میکنن میترسن و با چند جلسه، حالا بین یک جلسه بعضیا مثلا تا 7-8 جلسه هست که من دیدم دیگه از این ترس و هراس و پنیک اتک و اینا رهایی پیدا کردن با هیپنوتیزم. خب دیگه چه ترساییه؟ ترس از هواپیما. کسانی هستن که متاسفانه هیچ جایی رو نرفتن، هیچ مسافرتی رو نکردن، برای اینکه از هواپیما میترسن و واقعا خیلی ناراحت کننده است که آدم نتونه به کشورهای مختلف بره، مخصوصا که الان که دیگه خوشبختانه کرونا هم به صورتی دیگه با واکسن و چیزهای دیگه قابل کنترل شده و انسان‌ها شروع کردن به مسافرت کردن و از زندگی لذت بردن. پس اگه شما از اون اشخاصی هستین که از هواپیما میترسین، بهتره یه کاری برای این انجام بدین. There is help, just get it. خب بعضیا ترس از صمیمی شدن دارن، ترس از ازدواج دارن، ترس از حالا ازدواج و اینا که حالا یه بحث خیلی طولانیه که راجبش باید یک دفعه رو بذاریم و صحبت کنیم، ولی اون کسانی که ازدواج کردن و یک نفری رو با خودشون توی خونه زندگی میکنن خیلی آدم های خوشحال تری هست میتونیم بگیم، و همینطور مرگ و میر تو اونها کمتره. پس یه چیزی که باید در نظر بگیرین این ازدواج کردن و صمیمی شدن و اینا. اگر نمیتونین با کسی صمیمی بشین، اگر بچه طلاق هستین، اگه این از اینی که حالا مثلا فلانی زندگی خوبی نداره، دیگه از شما ازدواج رو به کل بذارین کنار، خواهش میکنم یک دفعه دیگه، یک نگاه دیگه، با یک نگاه قشنگتر و مثبت‌تر به این موضوع ها نگاه کنیم. بعضی ها ترس از حیوانات دارن، حالا سگ، از این سپایدر یا عنکبوت یا حتی هر چیزی، مثلا چه اهلی چه وحشی، چه حیوان میتونه اهلی باشه چه وحشی. مثلا بعضی ها ترس از مار دارن که دفنیتلی من بهشون میگم که این از پس لایف میاد، از زندگی های گذشته میاد، ولی بارها شده که مراجعینی داشتم که دعوا بوده تو خونهشون به خاطر مثلا آوردن یه سگ، یه نفر خیلی دوست داشته، یه نفر خیلی میترسیده و اصلا یک قوقایی شده. پس شما عزیزان میتونین کمک بگیرین، اگه از سگ و از این حیوانات میترسین، میتونین شما از این حالت هیپنوتیزم کمک بگیریم و خیلی کارسازه. خیلی از جاهای بزرگ میترسن، مثلا وقتی که دعوتن توی یک مثلا مهمونی، توی یک هتل، توی یک کنفرانس، توی هر جای بزرگی. بعضی از جای کوچیک میترسن و هراس دارن، مثلا کلاستروفوبیک هستن، توی آسانسور نمیتونن برن، یا از این جاهای کوچیک. بعضی ها از مرگ میترسن. حالا چند تا برنامه داشتیم توی این چند وقت اخیر که راجع به مرگ صحبت کردیم، و امیدوارم که این برنامه رو اگه ندیدین برین توی یوتیوب و این برنامه ها رو بزنین، Past Life by Gulnaz Refailian، و نگاه کنین. و ترس از مرگ اگه دارین، خواهش میکنم به خودتون بیاین و اصلاً مرگ هیچ ترسی نداره و راجبش کمک بگیریم. بعضی ها ترس از سکس دارن،
و مثلا ترس از همخوابه شدن و ترس از اینکه اون دوست خودشون رو به اورگازم نرسوندن، این ترس رو دارن و میتونین از هیپنوسیس کمک بگیرین و خیلی راحت. ترس از اینکه دوستتون نداشته باشن، ترس از اینکه شما رو رها کنن، ترس از اینی که موفق باشین، ترس از شکست، ترس ها خیلی خیلی زیادن. ترس از اینی که خوابهای وحشتناک ببینین، ترس از اینی که حالا خیلی ها هستن که من خیلی اونها رو کمک کردم، اشخاصی هستن که وکیل شدن، دکتر شدن و بار این اگزام ها رو نمیتونن چون یه حالت وحشت میاد براشون در موقع تست، اینا نمیتونن تست خودشون رو پاس کنن و من خیلی ها رو تونستم که خوشبختانه کمک کنم و بتونن این بارهای تستشون رو پاس کنن. خب عزیزان، در اینجا به آخر برنامه رسیدیم. خیلی خیلی تشکر میکنم از شما عزیزان برای توجه به این برنامه. اگه ترسی وحشتی چیزی دارین میتونین با من تماس بگیرین، اریا کد 310-248-02-20. اجازه بدین در خدمتون باشیم. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. آیا میخواین تغییری تو زندگیتون به وجود بیارین؟ آیا به بن‌بست رسیدین؟ امیدتون از دست دادین؟ اخلا با خودتون قهر نکنین. با طریقه هیپنوتیزم، با استفاده از متافیزیکس، من میتونم زندگی شما رو عوض کنم. امتحان کردنش با خودتونه. تغییر زندگیتون با من. حدوداً 8 جلسه. در 2 مطب تارزانا و لس آنجلس. میزبان شما عزیزان خواهم بود. مشاوره تلفنی در اقصی نقاط دنیا با تعیین وقت قبلی. شاید کلید قفل زنگ خورده دلتون با دستای من باز بشه. کنترل وزن، ترک اعتیاد، اعتماد به نفس، مشکلات کودکان و نوجوانان، مشکلات بین زوجین، افسردگی، دلهوره و نگرانی، انتخاب یک شغل خوب و خیلی خیلی چیزهای دیگه. با امید دیدار.